در روزهای اخیر ما شاهد فصل تازه‌ای از تجدید حیات برجام هستیم. همه کشورهایی که در برجام متعهد بودند در این روزها در وین اجتماع کردند، حالا با ترکیب‌های مختلف، ترکیب 4 به اضافه 1 با حضور ایران، ترکیب 4 به اضافه 1 جداگانه با حضور آمریکا، اما به هر حال به هر نحوی که بوده یک صدای واحد امروز شنیده میشه و اون اینکه همه اطراف این توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدن که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام مسیر دیگری وجود نداره. به نظر من این یک موفقیت جدید برای جمهوری اسلامی ایرانه. دولت یکی از افتخاراتش اینه که در سال 97، 98 و 99 و در همین ماهای اولیه سال 1400 با همه فشارها، با همه سختیها، با شدیدترین تحریمها، با جنگ اقتصادی کشور رو جوری اداره کرد که نه دوستان ما، حتی دشمنان ما هم امروز اعتراف دارند که فشار حد اکثری شکست خورده. این بالاترین عمل دولت و موفقیت این دولت، یکی از افتخارات دولت 12 اینه در مقابله با فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار روانی و تبلیغاتی به گونه ایستادگی کرده و مقاومت کرده که در این که راه دشمنان ما منجر به شکست شده امروز هیچ تردیدی وجود نداره. البته همه ما میدونیم که این موفقیت در سایه مقاومت و ایستادگی یک پارچه ملت بزرگ ایران بوده. ما تردید نداریم، معلومه اگر ایستادگی مردم، مقاومت مردم، تحمل رنجها و سختیها نبود ما یه شرایط دیگری داشتیم. دولت حتی در این جنگ 3 ساله حاضر نشد توصیه بعضی از دوستان رو عمل کنه که اونها گفتن که برای ارزاق عمومی و کالاهای ضروری سیستم کوپنی رو برقرار کنید. ما زیر بار این نرفتیم، گفتیم نه، ما کشور رو به طور عادی اداره میکنیم، ما نیاز به کوپن و سیستم کوپنی نداریم. ما میتونیم کالا را به اندازه نیاز جامعه به وفور در اختیار مردم قرار بدیم و همین کار کردیم. یعنی در مدت این 3 سال و نیم کالا به وفور در اختیار مردم بوده، البته قیمت نامتعادل بوده، قیمت گران بوده، مردم در فشار بودن، این رو ما کاملا قبول داریم و روشن هست، اما در این حال نتونستند اقتصاد ما رو بشکنن. ببینید در شرایط تحریم که امروز آمریکا به صراحت میگه اون سیاست شکست خورده، فشار حد اکثری دیگه جواب نمیده، به صراحت میگن راهی جز مذاکره ما نداریم. به صراحت میگن، به صراحت هم میگن اگه شما آماده اید حاضریم مستقیم با شما بنشینیم مذاکره کنیم، شما آماده نیستید حاضریم غیر مستقیم با 4 به اضافه 1 مذاکره کنیم. خب این به معنای پیروزی ملت ایرانه. این پیروزی رو دست کم ما نگیریم. رسانه های ما، فضای مجازی ما، فضای حقیقی ما میخوان این واقعیت رو بپوشانند
میخوان این پیروزی رو تحریف کنن، یک پیروزی عظیم و بزرگ در تاریخ ملت ایرانه، اصلا مربوط به دولت دوازدهم هم نیست، مربوط به ملت بزرگ ایرانه. نه یه روز، نه دو روز، نه سه روز، سه سال و نیم ایستاده مقاومت کرده در برابر همه فشارها. حالا به بخشی از نکات من در صحبت امروز اشاره میکنم که اینا تا چه حد جنایتکارانه واقعا در برابر ملت ایران ایستادند، اما شکست خوردن. برای اولین بار در تاریخ آمریکا، آمریکا در سه سال گذشته در دوره دو دولت قبل، دولت ترامپ، منزوی ترین دولت در سازمان ملل، در شورای امنیت، در مجمع عمومی، در دادگاه لاهه، در افکار عمومی بود. شما تاریخ آمریکا رو پیدا کنید که آمریکا با یک کشوری در افتاده، در برابر اون کشور در جهان سیاست و افکار عمومی تنها مونده. اگر تنها نمیموند که در شورای امنیت میتونست اسنپ بکشه به قول خودش پیش ببره، اگر تنها نمیموند راجب پایان تحریم تسلیحاتی ایران میتونست موفقیتی به دست بیاره. خب نتونست، منزوی شد، تنها موند. حتی یاران سنتیش رو همراهی نکردن. دیگه اتحادیه اروپا متحدین سنتی آمریکا هستن، اونا هم حمایت نکردن، اونا هم قبول نکردن، اونا هم زیر بار نرفتن، اونا هم رأی مخالف دادن. این را فقط یه جزیره ای رو پیدا کرد و اون جزیره رو همراه خودش کرد در رأی. یک کشور درست درمون حمایت نکرد از آمریکا. خب این پیروزی بزرگه، چرا این پیروزی نمیگیم ما؟ پیروزی سیاسی ملت بزرگ ایران و دولت دوازدهم با رهبری مقام معظم رهبری و حمایت و هدایت ایشان ما تونستیم آمریکا رو شکست بدیم. چرا برای این شکست فیلم درست نمی کنید از پول ملت؟ اگه بناست از پول ملت فیلم درست کنید و نمایش بدید، واقعیت ها رو فیلم درست کنید، حقیقت ها رو به مردم بگید، پیروزی ملت رو بگید. نباید به مردم غیر واقعی بگیم، نباید واقعیت ها رو ما تحریف بکنیم. چرا دشمن ما شکست خورد؟ من از شما میپرسم، مثال میزنم، سواحل مکران و جنوب ایران نشاطی که امروز داره از جاسکش گرفته تا چابهارش، تا راهنی که از چابهار به سمت راهن سراسری در حال اجراست، تا آبی که در منطقه شرق از دریای جنوب به فلات مرکزی آوردیم، تا گازی که وارد شرق کشور و سیستان و بلوچستان شد، تا جاده بزرگ راهی که شما در سراسر سواحل مکران امروز می‌بینید، کی بوده در تاریخ ایران نشاط و زنده بودن و حیات و قدرت و توسعه سواحل مکران؟ بگید اگه در تاریخ ایران توی چند هزار سال، 7000 سال تاریخ ایران برید ورق بزنید، کی این کاره کرد؟ ما تو تحریم این کاره کردیم، ما در فشار و سختی اینها رو اجرا کردیم، ما در حال تحریم داریم راهن رو میکشیم، راهن از چابهار داره به سمت زاهدان هست، آب رو از خلیج فارس داریم به سمت زاهدان و زابل طراحی میکنیم، آب رو از دریای جنوب بردیم تا کرمان و سیرجان و یزد و اردکان و بعد ادامه پیدا میکنه بعد به اصفهان و خراسان جنوبی و مشهد. این کار عظیم کجا انجام گرفت؟ چرا نمیگیم؟ چرا فیلم نمیسازیم برای سواحل مکران؟ چرا نمیگیم در زمان فشار آمریکا ما آمریکا رو شکوندیم؟ چرا آمریکا متواضع شده؟ چرا سر فرود آورده؟ چرا اینجوری با ما حرف میزنه؟ الان چجور با ما حرف میزنه؟ میگه آه میخوایید دو نفری، میخوایید سه نفری حرف بزنیم، میخوایید شیش نفری حرف بزنید، ما آماده ایم، ما میخوایم حرف بزنیم، ما میخوایم حل کنیم.
این لحن آمریکا در برابر ملت ایران و قدرت ملت ایران کی تونست به وجود بیاره؟ ما اونچه امروز در تاریخ کشورمان می‌بینیم، شرق آباد، غرب آباد، جنوب آباد، شمال آباد که در دولت 11 و 12 تحقق پیدا کرده، 550,000 هکتار زمین در غرب کشور احیا شده و 46,000 هکتار در شرق کشور احیا شده. این کی بوده؟ این همه کانال، این همه زهکشی، این همه آب رو به زمین ها بردن، این همه اجرای آبیاری مدرن، کی ما در تاریخ ما سابقه داشته؟ این که ما در یه دولت بتونیم 50 تا سد ملی افتتاح کنیم و تا امروز 52 تا سد ملی افتتاح کردیم، کی بوده؟ شک دارید ما در بنزین خودکفا هستیم؟ شک دارید بزرگترین صادر کننده بنزین تو این منطقه هستیم؟ شک دارید ما صادر کننده گازوئیل هستیم؟ مگه وارد کننده اینا نبودیم در دولت قبل؟ چرا نمیگید اینا رو؟ ما مگر در زمینه محصولات کشاورزی امروز شرایط ما با دیروز متفاوت نیست؟ این تفاوت‌ها رو چرا تبیین نمی‌کنیم؟ چرا نمی‌گیم؟ نتیجه این که ما بگیم یا نگیم، دشمن این محاسبات رو به خوبی مشاهده کرده و دیده و در برابر قدرت این ملت سر فرود آورده و امروز آماده است برای اینکه بنشینه و راجع به اجرای برجام و بازگشت به تعهداتش، بازگشت به تعهدات به معنای اون دینی و مصطلح ما توبه است، برای اجرای توبه آمریکا آمده توبه کنه. حلی من توبه داره میگه، آمده میگه آقا من میخوام توبه کنم، من میخوام برگردم به برجام. حالا چقدر راست میگه، چقدر در مقام اجرا وفادار به حرفش هست باید ببینیم. حالا الان نمیخوایم ما قضاوت نهایی بکنیم، ما قضاوت تا امروز رو داریم انجام میدیم. تا امروز این حالت رو ما داریم میبینیم که اون که ایران میگه مورد قبول افکار جهانیانه. ما میگیم آقا ما به تمام تعهدات برجامیمون برمیگردیم، در صورتی که آمریکا برگشته باشه و ببینیم در عمل هم داره اجرا میکنه. یک حرف منطقی ما میزنیم، ما حرف غیر منطقی نمیزنیم. صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ایمون رو با همین ندا به گوش جهانیان میرسونیم. ما دنبال این نیست که فعالیت غیر صلح‌آمیز انجام بدیم. نه، همه این که گفتیم پروتکل الحاقی رو ما الان اجرا نمی کنیم، اینا موقته. گفتیم ما سانتریفیوژ های جدید و مدرن رو فعال می کنیم، اینا موقته. همه اینها موقته. اگر اونا به کل تعهدات برگردن، ما هم به کل تعهداتمون بر می گردیم و این مسئله بسیار مهمی هست که مردم ما الحمدلله امروز دارن می بینن و این فصل جدید و تازه از دیروز آغاز شد. اگر طرف مقابل ما یعنی آمریکا جدیت و صداقت از خودش نشون بده، همین دوتا بیشتر نمیخوایم ما، جدیت کافی، صداقت لازم، اگر از خودش نشون بده، به نظر من در یک زمان کوتاهی میتونیم ما مذاکره کنیم، اگر جایی مذاکره لازم هست با چاره به اضافه یک. بدون مذاکره هم آمریکا میتونه اجرا بکنه. حالا این دنبال بهانه این که اینا باید تبیین بشه، تدوین بشه، اشکالی نداره، اینم ما حرفی نداریم به هر حال، ولی راه ما همونی است که مقام معظم رهبری تصریح کردن، همون مسیره و همون راهه و اون راه رو انشاءالله به حول و قوه الهی انجام خواهیم داد. یه نکته دیگه من میخوام اضافه کنم که الان به 20 فروردین سال روز فناوری هسته‌ای نزدیک شدیم و انشاءالله ما روز 21 البته امسال چون 20 جمعه است، 21 مراسم افتتاح‌های جدید رو خواهیم داشت و مردم ما مطلع خواهند شد که در عرض یک سال پارسال تا حالا چه اقدامات مهمی انجام گرفته
ده ها پروژه مهم رو خواهند دید که به افتتاح میرسه روز شنبه، و یه حرفی که به دروغ چند سال بود به خورد مردم داده بودن، البته الان مردم که قبول نکرده بودن ولی اونا فکر میکردن، میگفتن آقا اینا هسته‌ای رو فروختن، اصلا هسته‌ای نداریم، تمام شد، تعطیل کردن، دیگه ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، اونجا رو سیمان ریختن، اینجا رو چیکار کردن، اینجا رو نمیدونم بریدن، اینجا رو اله کردن بله کردن، همین حرفای دروغ. و این دروغ الحمدلله آشکار شد. حالا مجلس یک مصوبه‌ای به تصویب رساند که حالا ما نظرمون راجع به مصوبه همون وقت گفتیم و نظر بر نظر خودم هم من باقی هستم بر همون نظر، ولی این مصوبه یک خاصیت داشت و اون خاصیت این بود که واقعیت توانمندی هسته‌ای ما به خوبی آشکار شد. یعنی وقتی اونا نشسته بودن و میگفتن سازمان انرژی اتمی بره طراحی بکنه، بره 20% رو اجرا بکنه، میگفتن حالا بعیده که حالا بتونن، ولی حالا اگه تونستن. نه تنها 20% را افتاد در زمان مشخص و معین، حتی بسیار بیشتر از آنچه که مصوب بود تولید شد و قدرت تولید داریم. تو بقیه چیزا هم همینطوره، تو همه زمینه‌های هسته‌ای. من به جرأت این ادعا رو میکنم و این ادعا رو رئیس سازمان انرژی اتمی آقای دکتر صالحی میتونه تبیین بکنه اگر این رو با همین صراحت من قبول داره، هیچ وقت در تاریخ ایران توانمندی فناوری هستی ما مثل امروز نبوده، هیچ وقت، از روز اول، قبل انقلاب، بعد انقلاب، هر زمانی که بوده، در هر دولتی بوده، قوی ترین فناوری رو ما امروز به نمایش جهانیان گذاشتیم. پس دروغ به مردم گفتید که رفتید برجام امضا کردید تا قدرت هسته‌ای کشور رو از بین ببرید. حالا اعتراف کنید، بیایید عذرخواهی کنید در برابر دروغتون. نه، ما فناوری هسته‌ای داریم، فناوری هسته‌ای قوی تر از همیشه داریم، ما آیار 8 هم داریم، آیار 9 هم داریم، آیار 6 ما هم میتونه فعال باشه در هر زنجیره‌ای که ما دلمون بخواد و بخوایم فعال بکنیم. عراک ما میتونیم راه اندازی بکنیم و مشکل نداریم. فردو ما امروز درش بازه و داره فعالیت میکنه. همه اون چه مقصد ما بود، مقصود ما بود، نهایت آمال ما بود، اهداف ما بود در فناوری هسته‌ای، در این زمان، در این مقطع ما تونستیم اجرا کنیم و پیاده کنیم و البته باید ادامه بده ملت ما در مراحل بعدی باید این طرح‌ها رو ادامه بده. کاری که این دولت کرد در فناوری هسته‌ای این که مشروعیت اجرای فناوری هسته‌ای در ایران رو مورد اذعان و قبول همگان قرار داد. البته ما مشروعیت داشتیم قبلا، نه اینکه مشروعیت نداشتیم، قانونی بود کار ما، ولی حالا اونا مدعی بودن، یه قطعنامه‌ای داشتن به هر حال در برابر اون قطعنامه ادعا می‌کردن. امروز در این که فناوری هسته‌ای ما مشروع و قانونی است، جای هیچ تردیدی نیست. همه قبول دارن که فعالیت هسته‌ای ما قانونی است و طبق قانون و مقررات داریم عمل می‌کنیم. و امروز همه قبول دارن که فعالیت ایران فعالیت صلح‌آمیزه. یه وقتی یک داستانی، یه پرونده‌ای تو دستشون بوده، هی می‌چرخوندن به نام PMD، میگفتن ما هنو تردید داریم، ما نمیدونیم که آیا صلح‌آمیزه، صلح‌آمیز نیست، حالا ببینیم. گاهی میگفتن 10 سال دیگه طول داره، گاهی میگفتن 50 سال طول داره تا ما برامون روشن بشه آیا فعالیت ایران صلح‌آمیز بود. خب این پرونده PMD بسته شد، معلوم شد فعالیت ایران صلح‌آمیزه. این یک موفقیت بزرگ جمهوری اسلامی ایران در مقطع دولتی 11 و 12 بود. امروز به حمد الله همه مشروعیت این فناوری رو قبول دارن و برای همه آشکار و روشن هست. خب این یک کار بزرگه. ما در این دولت تونستیم تحریم تسلیحاتی رو برداریم. خب این کار این چرا گفته نمیشه؟ مگر با
قطعنامه‌های سازمان ملل تحریم تسلیحاتی بر ما تحمیل نشد. مگر سال گذشته تحریم تسلیحاتی برداشته نشد؟ این کار لااقل اونایی که از لحاظ قدرت نظامی به قدرت نظامی خیلی تکیه دارند و میگن بسیار مهمه و درستم میگن قدرت نظامی بسیار مهمه، خب چرا پایان تحریم تسلیحاتی رو نمیگن که در 27 مهر ماه پارسال این تحریم برداشته شد و شکسته شد؟ این کار کی بود؟ کار این دولت بود. میگن این دولت آیا در بخش قدرت نظامی هم همه عقیده رو داره؟ اتفاقا این دولت دولتی است که تحریم تسلیحاتی رو برداشته. اتفاقا این دولت دولتی است که پدافند هوایی را از هر زمان دیگر قدرتمندتر کرده. از S-300 گرفته که آوردیم در این دولت و فعال کردیم تا سامانه‌های مختلف داخلیمون، از 15 خرداد، از 3 خرداد، از باور 373، همه اینهایی که ما فعال کردیم در سامانهای پدافندی، هیچ زمانی ما قدرت پدافندیمون در عمل هم ثابت کردیم. شما دیدید پهباد مدرن آمریکایی رو انداختیم، با سامانه خودمون انداختیم، با سامانه ساخت به دست مهندسین خودمون سرنگون کردیم. خب این قدرت. بعد میگن این دولت آیا در زمینه نظامی و دفاعی و اینا هم فکر میکنه یا فقط به فکر مذاکره است؟ خب کی این سامانه ها رو درست کرد؟ در چه دولتی درست شد؟ کدام دولت بود تونست این پهباد رو سرنگون بکنه؟ توانمندی های نظامی که ما امروز داریم در ابعاد مختلف، قطعا این توانمندی ها چند برابر سال 92 در تسلیحات مهم و فوق العاده و استراتژیک. خب این نشون میده که این حرکت یک حرکت درست بوده. ما نگاهمون به بیرون نیست، ما نگاهمون به توان داخلی است، به منابع انسانی داخلی است، به معادن زیرزمینی داخلی کشوره، به توانمندی‌های ژئواکونومیک ایرانه، به توانمندی‌های ژئوپلیتیک ایرانه. اما در این حال رابطه با جهان را هم برای توسعه و پیشرفت لازم می‌دونیم. ما لازم می‌دونیم تولید ببریم بالا. اگر شما تولید می‌خواید ببرید بالا بدون رابطه با جهان، چجوری تولید می‌برید بالا؟ شما می‌تونید برای 80 میلیون تولید کنید، بیشتر که نمی‌تونید. اگر می‌خواید به جای 80 میلیون 800 میلیون تولید کنید، باید بازار جهانی رو در اختیار داشته باشید. باید با بازار جهانی تعامل داشته باشید. تعامل با جهان جزو مصوباتی است که رهبر معظم انقلاب امضا کرده. تعامل سازنده با جهان در چشم اندازه. خود ایشون هم در آغاز دولت 12 فرمود تعامل سازنده و گسترده با جهان. پس ما میخواییم با دنیا تعامل داشته باشیم، تعامل سازنده داشته باشیم، تعامل گسترده داشته باشیم، البته تعامل عزتمند میخواییم داشته باشیم، البته میخواییم تکیه ما بر توان و قدرت داخلی ما باشه. اما در این حال این قدرت یک بخشیش هم در رابطه با جهان حاصل میشه و در رابطه با تعامل با جهان حاصل میشه. نکته سومی که میخوام بهش اشاره کنم به مناسبت این که امروز روز بهداشت جهانی هم هست، ما در زمینه توانمندی کشور در بخش بهداشت و درمان الحمدلله یک شرایط بسیار خوبی داریم نسبت به سالهای گذشته، نسبت به دهه‌های گذشته. حالا همین امید به زندگی رو شما نگاه کنید، از اون اول انقلاب تا حالا، امید به زندگی اول انقلاب 67 سال بوده، الان شده 78 سال. این خودش یک علامت هست که نشون میده که ما در مسیر بهداشت و درمان حرکت ما حرکت بسیار خوب بود. توانمندی و قدرت ما امروز در درمان و در بهداشت نسبت به آغاز دولت در سال 92 قطعا دو برابر شده.
یعنی تخت های بیمارستانی ما در آغاز دولت 90 هزار بوده، این تخت های بیمارستانی شده 136 هزار، البته 13 هزار تختم فقط معطل آقای دکتر همتیه. یعنی ما اجناسی که برای تجهیز این 13 هزار تخت میخواییم ایشون بتونه ارزش رو تأمین بکنه، تا آخر این دولت همه اینها افتتاح خواهد شد، همه آماده است. و خب اگر این چنینه ما یک توانمندی بالایی دیم. ضمناً نیمی از تخت‌های قبلی رو هم بازسازی کامل کردیم، به طور کامل بازسازی کردیم. پس قدرت ما بیش از دو برابر شده نسبت به آغاز دولت. خب تر تحول سلامت هم بود الحمدلله، مخارج مردم هم کاهش پیدا کرد، در زمینه درمان کار عظیم و بزرگی بود، همه مردم هم در پوشش بیمه قرار گرفتن. در دوران کرونا هم کار عظیم و بزرگی کادر درمان ما انجام داده. البته این روزهای مقدار شرایط سخته به خاطر این که این ویروس جهش یافته الان، این ویروس ویروس دیروز نیست متاسفانه. حالا اون دیروزی اسمش ویروس ووهان بود، امروزی اسمش ویروس انگلیسیه، فردا ممکنه اسمش تبدیل بشه به ویروس آفریقایی، بعد تبدیل بشه به ویروس برزیلی. به هر حال این موتاسیون پیدا کرده، این ویروس ویروس تسلیم نشده در برابر دنیا و داره جهش پیدا میکنه و حرکت پیدا میکنه. ما هم در برابرش باید ایستادگی کنیم، مقاومت بکنیم، کارهایی که داره انجام میگیره. دو تا کار اساسی هم بیشتر نیست، یکی مراعات اصول بهداشتیه، چون درمان نداره این بیماری، یعنی بگیم این قرص این آمپول درمان این بیماریست، این بیماری درمان نداره، تنها مراقبته، تنها مراعاته، تنها بهداشته. بنابراین دستورالعمل ها رو همه باید مراعات بکنیم، همه این دستورالعمل هایی که تدوین شده و اعلام شده. و واکسن، در زمینه واکسن من دو نکته دارم. یکی این که میخوام به وزارت بهداشت درمانمان بگم در زمینه واکسن هر کاری میشه با شفافیت برای مردم توضیح داده بشه. چند دوز واکسن وارد شده، از کجا وارد شده، چه گروهایی بهشون تزریق شده، همه اینها مردم همه باید آگاه باشن، همه باید بدونن، هیچ چیز مخفی ما در این زمینه نداریم. نکته دوم در زمینه واکسن داخلی، خب داره تلاش زیادی انجام میگیره، امیدوارم ما هستیم، خیلی امید داریم که تا پایان اردیبهشت اوائل خرداد پاستور ما بتونه واکسن خودش عرضه بکنه و خیلی امید داریم تا پایان خرداد ما و اوائل تیر انشاءالله برکت هم بتونه واکسن خودش رو عرضه بکنه. کار بزرگ و عظیمی شروع شده در داخل و دولت با همه توان پشتیبانی میکنه از حرکت داخلی برای اینکه بتونیم واکسن رو تولید کنیم. برای خرید ما از روز اول اقدامات لازم رو انجام دیم. بهترین جایی که وزارت بهداشت ما توصیه کرد که از اونها بخریم کوواکس بود. گفتن از اینها ما بخریم. ما از روز اولم درخواست کردیم. اسم ما هم جزو کشورهای اولیه بود. بعد که رفتیم پولش پرداخت بکنیم، با مشکل تحریم آمریکا مواجه شدیم. یعنی مردم بدونن اگر واکسن کوواکس دیر امروز به دستشون رسیده که اولین محمولش وارد شده، الان میباید میلیون ها دوز وارد میشد تا الان، به خاطر تحریم بود که ما طول کشید تا بتونیم اینجا اونجا کنیم، این پول رو بریزیم به حساب کوواکس. کوواکس هم خب بیرحمی کامل رو انجام داد، اسم ما رو آورد در اون نقطه پایین تر، چون پول یه ذره دیرتر دادیم اسم ما رو آورد پایین تر. و لذا به جای اینکه ما تو اسفند ما واکسن کوواکس رو دریافت بکنیم، الان در اواخر فروردین داریم این واکسن رو دریافت بکنیم، اونم هنوز مقدار کمی. ما 16800 دوز که ما خریدیم، حالا 16 میلیون و 800 هزار دوز که خریدیم، الان مثلا حدود 700 هزار وارد شده. به هر حال این تلاش هم. تلاش دوم، ما از هند واکسن خریداری کردیم، پولش پرداخت کردیم،
خب یه مرتبه اونجا در درونشون یه مسائلی پیش آمد، حالا ظاهرش اینه باطنش با خداست، که یک دادستانی آمد به هر حال ممنوع کرد، گفت از هند نباید واکسن خارج بشه. واکسنی که آماده بود و آماده حمل بود جلوش گرفته شد. این مشکلی دوم بود که ما در واکسن پیدا کردیم. مشکل سومی که ما در واکسن با او مواجه شدیم، برخی از کشورهایی است که حاضرن به ما واکسن بفروشن، میگن چون بخشهایی از این واکسن از شرکت‌هایی داریم تهیه می‌کنیم که اون شرکت‌ها با آمریکا در رابطن، اون شرکت‌ها مخالفن و نمی‌ذارن، و لذا ما 10 میلیون دوز واکسن از یک کشوری آماده خرید هستیم. یه مشکل اینجوری داره. باز همین برمیگرده به مسئله تحریم، یعنی باز کسی نگه که آقا تحریم رو بهانه نکنید. تحریم یک واقعیت، یک مشکل در زندگی مردمه، در واکسن هم تحریمه. همین الان قبلش به شما گفتم 13,000 تخت ما آماده است، پول ارز هم ما داریم، 300 میلیون دلار ارز میخواد برای اینکه این 13,000 تخت ما تجهیز کنیم، ما پولش هم داریم، فقط به خاطر جابجایی این تحریم نمیذاره. این مشکل ما با تحریمه. تحریم مشکلات البته این تحریم غیرقانونی، ظالمانه، عمل تروریستی است. یعنی آمریکایی‌ها برای واکسن هم دارن مشکل برای ما درست میکنن، برای دارو هم دارن مشکل برای ما درست میکنن. بنابراین کار اونها جنایتکارانه است، این روشنه. اما در این حال مردم ما باید مطلع باشن. پس در زمینه واکسن هم اون مقداری که وارد میشه، مصرف میشه، برای مردم کامل توضیح بدیم، هم در زمینه خرید هر اقدامی که تا حالا شده به اطلاع مردم برسونیم. و من مطمئنم انشاءالله ما این یکی دو ماه رو پشت سر بگذرانیم و برسیم به آخر بهار. انشاءالله واکسن‌های داخلی ما وارد میشه، دست و بال ما باز میشه، شرایط ما بسیار بهتر خواهد شد انشاءالله و به حول قوه الهی. نکته سومی که میخوام اشاره بکنم مسئله ماه رمضان و نیاز به کمک بیشتر به اقشاری است که در تنگی معیشت هستند. اولا دیروز ما تصفیه کردیم در ستاد اقتصادی و من امروز دستور میدم به رئیس سازمان برنامه و بودجه که در روزهای اول ماه رمضان یک نوبت اضافی از کمک معیشتی که به 60 میلیون نفر ما این کمک معیشتی رو میدیم، ماهانه هم میدیم، یک بار اضافه ویژه ماه رمضان در همین روزهای اول ماه رمضان سازمان برنامه و بودجه انشالله این امرش تهیه بکنه و پرداخت بکنه. این قدم اولی که ما داریم بر میداریم. البته در ستاد کرونا هم شنبه بحث خواهیم کرد و این رو تصویب بکنیم. در واقع به خاطر مشکلاتی است که برای مردم در زمینه کرونا ایجاد شده و این مشکلات در زندگی مردم، در کسب و کار مردم، در خیلی جا به هر حال مشکلات درست کرده. ما در کنار تحریم کرونا هم خیلی ما رو اذیت کرد، در صادرات، واردات، خیلی جاها به هر حال مشکلات بر ما درست کرد، به ویژه در خدمات، در گردشگری، در حمل و نقل و مشکلات فراوانی رو برای ما درست کرد. بنابراین در این زمینه هم ما این قدم رو برداشتیم به خاطر کمک به اقشاری که توانمندیشون کم است. کار دیگری که ما تصمیم گرفتیم انشاءالله هفته آینده اعلام خواهد شد، کارت اعتباری است که در اختیار مردم قرار میگیره. این کارت اعتباری که بانک ها در اختیار مردم قرار خواهند داد، اولا هیچ نیاز به مراجعه به بانک نداره، تمامش الکترونیکی انجام میگیره و بدون اینکه نیاز باشه کسی به جایی مراجعه بکنه، این کارت اعتباری رو میتونه همه اقداماتش رو انجام بده و دریافت بکنه. پشتوانه این کارت اعتباری میتونه سهام عدالت باشه، چیز دیگر هم میتونه پشتوانه باشه، یارانه هم میتونه پشتوانه باشه، اوراق دیگر هم میتونه پشتوانه باشه، ولی یکی از پشتوانه ها که خب بیش از 40 میلیون نفر به راحتی میتونن استفاده بکنن سهام عدالت. سهام عدالت اونایی که 1 میلیونی هستن 14 میلیون اینجا میتونن اعتبار داشته باشن، اونایی که 500,000 تومانی هستن 7 میلیون. بنابراین یک
خانواده ای که 500 هزار تومان داده برای هر نفر و یک خانواده 3 نفره است 21 میلیون اعتبار میتونه دریافت بکنه و این یک رفاهی است برای مردم و کمک به تولید هست. یعنی ما هزینه های تولید رو هم کم میکنیم با این اقدامی که انجام میدیم. کارت اعتباری در اختیار مردم قرار میگیره، حالا یا به ازای هر نفر 14 میلیون برای بعضیا، به ازای هر نفر 7 میلیون برای بعضیا، اونایی که میخوان از سهام عدالت استفاده کنن، از چیز دیگر هم خواستن استفاده کنن سر جای خودش باز هم میتونن. این یک رونقی برای تولید خواهد بود، یک پشتوانه‌ای برای تولید خواهد بود، اساساً هزینه های تولید رو میاره پایین. و من خواهش میکنم در این زمینه هفته آینده که ما مصوب میکنیم به صورت نهایی و اعلام میکنیم برای مردم توضیح داده بشه. این هم یک کمک دیگری است که انشالله این کمک هم تو همین ایام تو روزهای اول ماه رمضان انشالله انجام میگیره. این کمک به خاطر اینکه مردم عزیز و بزرگوار ما، مخصوصا اونهایی که در معیشت در تنگ دستی هستن، انشالله بتونن روزهای بهتری داشته باشن، شرایط بهتری داشته باشن. انشالله شرایط ما هم از لحاظ جهانی امیدواریم قدم به قدم که پیش میریم یک ثبات و استواری بیشتری در بازار کالای ما به وجود بیاد و مردم بتونن شرایط بهتری رو تجربه کنن انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.